بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله القائل في محكم تنزيله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسيد المتوكلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند، در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که دهمین روز ماه مبارک رمضان را در سایه توفیقات الهی با عمل صالح و با ذکر و نیایش و با تلاوت قرآن و بالاخره صیام و قیام سپری کنید. با برنامه دیگر از سری برنامه های لحظه های آسمانی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و به اجازه شما خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح که در این برنامه ما را همراهی میکنند نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام الله علیکم و رحمت و برکاته، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتان هستم. تشکر استاد گرامی. خوب بینندگان عزیز و گرامی، واقعا چنانی که از نام برنامه هم پیداست در لحظه های آسمانی قرار داریم، در لحظات واپسین دهمین روز ماه مبارک رمضان امسال، و اینک آهسته آهسته خورشید امروز دهمین روز ماه مبارک رمضان رو به غروب است و وارد یازدهمین روز ماه مبارک رمضان میشیم، و به همین طور روز دیگر از روزها و یوم دیگر از ایام عمرمان سپری میشه و میگذره، و امیدواریم که این روزها و این لحظات در سایه طاعت الله متعال و در سایه توفیقات پروردگار متعال سپری شود. چنان که مطلع هستید، در برنامه های لحظه های آسمانی امسال با تدبر و تفکر آیات از قرآن کریم در رابطه و موضوعات مختلف میپردازیم، و در این برنامه از سری برنامه های لحظه های آسمانی در خصوص توکل در قرآن کریم همراه با جناب استاد عبدالرحمن فاتح صحبت های خواهیم داشت. خب جناب استاد گرامی، البته توکل شیوه و یک عبادت و عبادت پیامبران الهی، عبادت مرسلین است. ابتدا میخوایم اگر یک تعریف کوتاهی از توکل داشته باشیم تا کلید باشه برای ورود به بحث ما. جناب استاد، همچنان که شما هم تذکر دادین، توکل یکی از عبادات، و همچنان که پروردگار سبحانه و تعالی خودش در قرآن کریم به این موارد اشاره میکنه، به این آیات اشاره داره. اما معنای توکل به معنای اعتماد کردن، به معنای تکیه نمودن هست. و وقتی ما در اصطلاح شرعی توکل میگیم، یا در آیات قرآن کریم وقتی که لفظ توکل یا اشتقاقات لفظ توکل در میان میایه، که نزدیک به 90 جای در قرآن کریم، حالا با لفظ توکل چی با صیغه امر، چی با مضارع، یا به هر حال به اشکال مختلفی که هست یا اشتقاقاتش هست،
میایه در واقع معنای تکیه نمودن به الله سبحانه و تعالی و اعتماد نمودن به الله متعال سبحانه و تعالی و گرفتن اسباب و توکل آن و اعتماد آن یا عاقبت آن، سپردن عاقبت آن به الله سبحانه و تعالی. این میتونه معنای کلی یا معنای اجمالی برای توکل باشه که انسان از اسباب استفاده میکنه و عاقبت کار را و عاقبت اون امر را به الله سبحانه و تعالی میسپاره و تکیه میکنه به الله متعال سبحانه و تعالی. در اصطلاح شرعی به این نوع تکیه و به این نوع سپردن کار به الله سبحانه و تعالی را میگویند توکل. توکل. جناب استاد، شما در این صحبت از توکل حضرت پیش کلمه اسباب را هم به کار بردین. میخواستم بپرسم که بین توکل و بین چنگ زدن و اخذ به اسباب آیا تقابل وجود دارد؟ جناب استاد، حقیقت امر این است که اگر شما در جامعه کنونی ببینین مردم، یعنی وقتی ما به آیات قرآن برمیگردیم چیز دیگری از معنای توکل میبینیم، اما وقتی در جامعه که ما زندگی میکنیم احیانا باز میگردیم، مردم را میتونیم در دو دسته یا در دو کاتگوری بسیار مهم و اساسی اینها را تقسیم بکنیم. در توکل، بله. در بحث توکل، بله، در بحث توکل، بله. یک عده هستند که در این باب افراط میکنند، یک عده تفریط میکنند. بله. افراط به این معنا که اسباب را نمیگیرند، در حالی که اسباب در بحث توکل مطلوبه. گرفتن اسباب در بحث توکل از دید شریعت اسلام مطلوبه. اسباب را ترک میکنند، میگه من استفاده نمیکنم از اسباب و اسباب را مورد توجه هم نداره. که در اصطلاح به این نوع میگویند توکل، یعنی تواکل. ترک کردن اسباب و نگرفتن اسباب و همان تعبیر عامیانه ای که حالا میگه بر توکل زانوی اشتر ببند. این نفر وارد مسجد میشه و اشترش رو نمیبنده یا شترش رو نمیبنده، وقتی بیرون میشه میبینه شترش رفت، گم شد، میای سر و صدا میکنه که های وای شترم را بردن. زانوش را بستی؟ نه. خب این توکله. تو باید از این سببی از اسباب استفاده میکردی، زانوی شتر را میبستی تا اینکه کسی بر نمیداشت یا خودش نمیرفت. دوستان، جناب استاد، اگر ما ببینیم که یعنی در میان توکل و در میان اسباب توکل کدام تقابل وجود داره، حقیقت امر این است که این گرفتن اسباب یکی از معانی و یکی از مفاهیم توکله. مادامی که ما گفتیم در تعریف، اگر شما دقت کرده باشین، گفتیم که ما اسباب را میگیریم ولی عاقبت این کار را که چی میشه، این را به الله سبحانه و تعالی واگذار میکنیم و این در قرآن کریم مطلوبه. اگر ما به آیات قرآن کریم مراجعه بکنیم میبینیم که امر حتمی و امر مطلوبی هست. الله سبحانه و تعالی میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وقتی شما در برابر دشمن قرار میگیریم خودتان را آماده کنید، یعنی به این معنا که والله نه سلاحی میسازه، نه مثلا وسیله برای جهاد داره، وسیله برای جنگیدن داره، میگه من توکل به خدا میکنم، یا الله برمیخوزه، میره در برابر یعنی توپ و تان قرار میگیره. خب این در حقیقت نمیتونه که به عنوان توکل باشه. لذا گرفتن اسباب در قرآن کریم، گرفتن اسباب و استفاده کردن از اسبابی که توکل ما را در حقیقت معنایش را کامل میکنه، مطلوب هست و امر حتمی هست. و آیات قرآن کریم در این مورد فراوان هست که از جمله به یکی از آیات اشاره کردم. پس جناب استاد فاتح گرامی به تعبیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، همان اعقلها و توکل. بله. و توکل. بله بله. شطورت رو ببند بعد توکل کن. بله. یعنی وقتی در مساف کارزار، در معرکه و در میدان جنگ میری، ابتدا باید خود را آماده کنی، بعدش بگوی توکل تو علی الله، به خدا اعتماد کن. اگر خواسته باشین به یک نمونه دیگری بفرم. چون این حرف شما مرا به یاد داستان غزوه احد انداخت. اگر شما دقت کنید در داستان غزوه احد، که یکی از داستان‌های بسیار مهم است و در سوره مبارکه آل عمران هم به آن اشاره شده،
ببینیم که الله سبحانه و تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اینجا رو دقت کنین، وشاورهم في الامر، میگه با صحابه خود مشورت بکن. فاذا عزمت فتوکل على الله، سبحان الله، یعنی از اسباب استفاده بکن. حتی در مسئله جنگ به رسول الله میگه تو خود آماده کن، بله آماده بکن، عزم خود را راسخ بکن و با صحابه خود هم مشوره کن. فاذا عزمت، بعد از این که مشوره کردی و بعد از این که عزم خود را راسخ کردی و محکم کردی، فتوکل علی الله، اینجا به الله توکل کن و خلاص بر آن مشوره‌ای که شد کار خود را انجام بدی، ان شاء الله که خیر است. لذا جناب استاد از این قبیل یعنی آیات در قرآن کریم فراوان هست که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه به این موضوعات. تشکر استاد، شما واقعا به مثال بسیار جالب اشاره کردین. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه بگه توکلت علی الله، ابتدا آماده کردن نیروی نظامی را، آماده کردن مشوره های لازم و تدابیر لازم را برای مقابله با کفار قریش آماده کردن. بعد از او که تصمیم رفتن به طرف کوه احد، باز اونجا گفت پروردگار فاید اعظم توکل علی الله. خب چون بحث ما بیشتر گفتیم تدبر و تفکر با آیات قرآن است و البته این در و بابی است که ما از این طریق میخواییم باز کنیم و بیننده های عزیز و گرامی میتونن بعد از اینکه شما به آیات از قرآن کریم در باب توکل اشاره میکنین به تفصیلات و جزئیات بیشتر این موضوع به تفاسیر مراجعه کنن. چون اگر خواسته باشیم، شما گفتین که تقریبا در 90 موضع از آیات قرآن کریم در رابطه با توکل صحبت شد. اگر قرار باشه ما پیرامون هر موضعش صحبت بکنیم، البته برنامه ما گنجایش نداره. خب چه بهتر است جناب استاد گرامی بیشتر به آیاتی که الله تعالی مؤمنان را، مسلمانان را و پیامبرانش را به توکل دستور داده، به آیات اشاره کنین و به تفکر بپردازین. جناب استاد حقیقتا همچنان که گفتم در حدود یا تقریبا 90 جای در قرآن کریم وقتی بحث توکل میشه که نزدیک به 29 سوره از سوره های قرآن کریم بحث توکل در اونجا به شکل از اشکال شده، در 29 سوره از سوره های قرآن کریم. حالا وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که سیاقات قرآنی نسبت به توکل مختلفه، در سوره های مختلف با سیاق مختلف آمده و الله سبحانه و تعالی آنها را به اشکال مختلف آورده. از جمله مثلا به 4 سیقه یا از سیاق توکل که در قرآن کریم آمده اشاره بکنم، یکی موضوع امره، احیانا الله سبحانه و تعالی دستور میده، چی پیامبران ما قبل را، چی پیامبر ما را صلی الله علیه و سلم و چی امت رسول الله علیه صلی و سلام. و وقتی ما از امتهای گذشته نقل میکنیم یا به صورت حکایت می از امتهای گذشته، که وقتی ما از امتهای گذشته بحث میکنیم همیشه میگیم که قرآن کریم وقتی داستانی را مطرح میکنه میخواد که پندی بده برای شنونده قرآن، برای خواننده قرآن. حالا با اینکه شاید این داستان مربوط بشه به یک قوم گذشته، به یک امت گذشته، ولی این امت گذشته چیکار کردن، عملکرد اینها چی بوده، برای ما باز برنامه هست، برای ما باز پند گرفتن هست. و احیانا میشه که به صورت توصیف پروردگار سبحانه و تعالی میاره وصف میکنه انسانهای متوکل را، انسانهایی که در حقیقت اینها توکل به الله سبحانه و تعالی دارن و اعتمادشان به معنای واقعی کلمه، نه با آنگونه ای که به هر حال هر کس یا افراط بکنه یا تفرید. و یا هم به صورتی میایه که الله سبحانه و تعالی فواید این توکل را نقل میکنه و بیان میکنه، یعنی این به صورت اجمال برخی از سیاقاتی است که در قرآن کریم آمده. بله. اگر ما از بحث امر شروع بکنیم، بله، آیاتی در قرآن کریم فراوان و به وفور پیدا میشه که الله سبحانه و تعالی بندگانش را، بندگان مؤمنش را، بندگان نیکش را، چی از انبیا هستند، چی از صالحین هستند، چی از مؤمنین هستند و مسلمین هستند، الله سبحانه و تعالی اینها را دستور میده به توکل کردن، که شما توکل کنید، توکلتان را به الله قوی کنید. چرا؟ چرایش را در بخش فواید ان شاء الله میگین. گفتیم یک بخش نسبت به فواید هست. اگر به اولین آیه اشاره بکنم در سوره مبارکه احزاب آیه 3،
الله سبحانه وتعالى میگه و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و توکل علی الله و کفا بالله, وکیلا. ترجمه. بله, توکل علی الله, توکل کن به الله سبحانه و تعالی و اعتماد بکن به الله و تکیه بکن به الله متعال سبحانه و تعالی. و کفا بالله وکیلا, الله بهترین وکالت کننده و بهترین کفیل هست و بهترین کسیه که تو را وقتی به او توکل کنی توکلت را میپذیره, تو اعتماد کنی. بهترین تکیهگاه هم میشه. بله, بهترین تکیهگاه هست. میتونه یک معنا باشه, بهترین تکیهگاه الله سبحانه و تعالی است که شما وقتی به او اعتماد کنید نمیلرزه. ما اگر به بندگان اعتماد بکنیم, یا مثلا به یک بنده از بندگان خدا اعتماد بکنیم, به محض اینکه از ما کوچکترین خطایی ببینه, یا ببینه که نفعش در اینجا نیست, یا اینکه به هر حال حالا هر مشکلی که پیش بیایه پشت ما را خالی میکنه, اولی که این ما را ترک میکنه. بنده جناب استاد فناپذیر است, بنده میمیره, بنده خواب میشه, بنده خسته میشه, لکن در آیه دیگر الله تعالی میفرماید و توکل علی الحی الذی لا یموت. بله جناب استاد, حقیقتا اگر شما دقت بکنید به این موضوع, قبل از اینکه یعنی رسول الله علیه الصلاه و السلام آیه نازل بشه که الله میگه والله یعصمک من الناس, در سوره مبارکه مائده, برخی از مفسرین میگن که قبل از اینکه این آیه نازل بشه رسول الله علیه الصلاه و السلام برخی از صحابه پیامبر را حفظ میکردن, نگهداری میکردن, به خاطر اینکه دشمن بر پیامبر علیه السلام صدمه نرسانه. وقتی این آیه نازل شد رسول الله علیه الصلاه و السلام, کسانی که دوربر رسول الله بودن گفتن برین, الله گفته والله یعصمک من الناس, به پاسبانا و نگهبانا, خلاص پاسبانا برین دیگه, شما الان نیازی به شما نیست, الله گفته والله یعصمک من الناس. و الله همیشه زنده هست و الله همیشه پاینده هست, الله همیشه بیداره. و لذا جناب استاد الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. حالا نتیجه خیلی مهمه جناب استاد, و کفا بالله وکیلا, الله برای تو کافی است. این خیلی مهمه جناب استاد. حالا بخش اولش خب دستور میده الله, ولی بخش دوم خیلی مهمه که و کفا بالله وکیلا, الله برای تو کافی است. اگر به او اعتماد کردی دیگه نیازی نداری به چیزی, اگر به او اعتماد کردی تمام دیگه, دلت جمع باشه, ان شاء الله که خیر است, ان شاء الله که الله تو را حفظ میکنه, خودش گفته که تو را حفظ میکنه. با آیه دیگر جناب استاد اشاره میکنیم به رسول الله علیه السلام, میگه باز هم از سوره احزاب خارج نمیشیم, سوره مبارکه احزاب آیت 48, الله میگه لا تطع الكافرین والمنافقین ودع عذاهم, برای پیامبر میگه ای پیامبر از کافرین و منافقین اطاعت نکن, ودع عذاهم, آنچه که تو را اذیت میکنن ترک کن, رو بگردان از این اذیت اونها, توجهی نکن به این اذیت آنها, و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. یعنی در امر دعوت جناب استاد, این مشرکینی که تو میبینی, این منافقینی که میبینی تو را زبان بد میزنن, تو را اذیت میکنن, چی به زبان خود چی به دست خود, به اینها توجه نکن, توکل خود را به الله بکن, الله تو را کفایت میکنه, الله تو را حفاظت میکنه. جز که الله میگه والله یعصمک من الناس, به پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم. و همچنین به سوره مبارکه هود باز میگردیم, سوره مبارکه هود آیه 123, الله متعال میگه ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. بعد میگه فعبده و توکل علیه. اینجا رو دقت کنید جناب استاد, خیلی این آیه, یعنی واقعا اگر انسان تدبر بکنه روی این آیه مبارکه بسیار معانی مختلفی داره. اولا الله میگه ولله غیب السماوات والارض, تمام غیبه ها و پنهانی ها از آن الله متعال است که فقط الله اینها را میدانه, فقط الله که مالک اونها سو الله میدانه. و الیه یرجع الامر کله, تمام امور هم به سوی الله سبحانه و تعالی ارجاع داده میشه و بازگشتانده میشه. فعبده, پس این اللهی که مالک داننده غیب هست, غیب آسمان ها و زمین, و این اللهی که تمام امور به او باز میگرده, فعبده, او را عبادت کن, و توکل علی, و بر او توکل بکن, اعتمادت بر او باشه, چون میدانید که اعتماد و توکل نمودن خودش هم نوع عبادته. بله, خودش هم نوع عبادته, و همین واسطه‌ای که می‌بینیم ما برخی از آن چی که یعنی تناقض با توکل داره در شریعت اسلامی ما از آن منع شدیم که با آن روی بیاریم. اگر اجازه تان باشه برخی از این مسائل را اشاره بکنم. بله, با عنوان مثال بحث تمیمه, رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن که کسی که تمیمه یا چیزی که به گردن اطفال آویزان میکنن به شکل تعویذ هست. تعویذ, بله, رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن کسی که
کسی که تمیمه ای را بر خود معلق میکنه فقط وکل ایلی با آن تکیه دادنش به او میشه، خلاص دیگه اعتمادش بر همون تعویض میشه، یعنی از توکل به الله روی گردانده، روی گشتانده به این حالا به این پارچه و به این سنگ و به این استخوان و یا با آنچه که به گردنش میکنه. یا اگر جناب استاد ما ببینین در بحث دیگری، بحثی که در قرآن کریم هم با آن بسیار دقت میشه و اشاره میشه، بحث بدشگونی یا بدفالی، اسلام از آن منع میکنه، میگه شما بدفالی نزنید، بدشگونی بدشگون نباشید، به خاطر اینکه این توکل ما رو نقض میکنه، توکل ما رو نقض میکنه. لذا الله سبحانه و تعالی تاکید داره نسبت به توکل، میگه فعبده، الله را توکل کن و توکل الله را عبادت کن و توکل علیه، بر الله سبحانه و تعالی توکل بکن. و ما ربک بغافل عما تعملون، این باز بحث دیگری است که ارتباط به مراقبه میگیره، که انسان دقت بکنه به این موضوع که آنچه انجام میده الله از آن غافل نیست، الله میدانه و الله سبحانه و تعالی از آن ناآگاه نیست. میایم در جای دیگر جناب استاد، در سوره مبارکه زمر آیه 38 الله سبحانه و تعالی میگه که حالا میایم قل حسبی الله، برای پیامبر میگه، بگو ای پیامبر حسبی الله، الله مرا کافی است، الله مرا کفایت میکنه، حالا الله سبحانه و تعالی برای من کفایت میکنه، علیه توکل المتوکلون، فقط بر اوست که الله سبحان بر اوست که توکل میکنن متوکلان، یعنی متوکلان واقعی که یا کسانی که توکل میکنن به معنای واقعی کلمه، فقط به الله توکل میکنن. حالا شما جناب استاد اگر دقت کرده باشین در این آیاتی که ما تا حالا تلاوت کردیم، دو نکته بسیار مهم و اساسی در باب توکل. اولا این که الله سبحانه و تعالی دستور میده که شما توکل کنید، بله درسته، بله، بعد فقط میگه به من توکل کنید، توکل بکنید ولی فقط به من توکل کنید، نه به کسی دیگری. لذا الله سبحانه و تعالی برای پیامبر میگه، یاد میده، تعلیم میده. میشه گفت که این در حقیقت در سیاق تعلیمه، در سیاق تعلیمه که الله سبحانه و تعالی بر روش تعلیم برای پیامبر خود میگه که وقل حسبی الله، ای پیامبر بگو که من فقط به الله توکل میکنم، فقط به الله متعال سبحانه و تعالی تکیه میکنم و فقط اوست که برای من کافیه، اوست که برای من کافیه. الله در حقیقت یاد میده برای پیامبر. به همین واسطه که ما در دعاهای مسنونه میبینیم که رسول الله علیه الصلاه و السلام این دعا را میکنن، اللهم لك اسلمت و الیک انبت و علیک توکلت. حالا با یعنی با اندکی بنده آن را پس و پیش خواندم. حالا مهم این که این لفظ هست که رسول الله علیه السلام میگن و علیک توکلت، ای الله من بر تو توکل کردم، ای الله من بر تو توکل میکنم. لذا همچنان که الله سبحانه و تعالی در قرآن به پیامبر تعلیم میده، رسول الله علیه الصلاه و السلام هم این گونه آن را در حقیقت عملی میکنن در دعاهای خود. این در حقیقت یکی از سیاق هست جناب استاد. لذا الله سبحانه و تعالی در اخیر چی میگه؟ علیه توکل المتوکلون، بر او توکل میکنن متوکلان. بر کی؟ بر الله، بر کسی که یگانه تکیه‌گاه است. بله، یگانه تکیه‌گاه است که در حقیقت برای همیشه اون تکیه‌گاه میتونه باشه و اون میتونه در واقع تکیه‌گاه درست باشه، تکیه‌گاه مناسبی باشه برای اینکه انسان نلغزه، برای اینکه انسان ناامید نشه. تشکر استاد، اگر اجازه بدین یک توقف داشته باشیم اینجا، همراه با بیننده های عزیز و گرامی میان برنامه کوتاهی را میبینیم و پس از این میان برنامه ان شاء الله دوباره موضوعمون را ادامه خواهیم داد، با ما باشید. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، کسی بر الله توکل کند، اعتماد کند. توکل اینه که دستور الله را اجرا کن و اعتماد بر الله کن، شرایط هر چه باشد. نگاه به الله، به قدرت الله، حسن ظن به الله،
میفرماید فهو حسبه، الله او را کافی است. ابن القیم رحمه الله جمله جالبی دارد که الله سبحانه و تعالی درباره بعضی از اعمال فرموده چنین کنید چنان میکنم، ثواب میدم، نیکی میدم، ولی در باب توکل یعنی اعتماد بر الله با حسن ظن، با گمان نیک، یقین به الله، به قدرت الله اعتماد میکند انسان و راه درست را انتخاب کند، فهو حسب، خود الله کافی هست. میفرماید پاداش توکل خود الله، الله خودش پاداش توکل اعلام میکند، من با او هستم، من او را کافی هستم. الیس الله بکاف عبده، آیا الله برای بندش کافی نیست؟ قل حسبی الله، بگو الله مرا کافی است. اصحاب پیغمبر تهدید شدند در احد، تهدید شدند، ترسانده شدند. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بهشون گفتند که دشمن علی شما آمادگی کرده است کاملا، فاخشوهم از اونا بترسید. فزادهم ايمانا، ایمانشون افزایش یافت. و قالوا و گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، ما را الله کافی است و نعم الوکیل و بهترین کارساز است. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. فانقلبوا بنعمت من الله، نعمت رسید، فضل، فضل الله رسید. لم يمسسهم سوء، بدی حادثه ناگوار به سراغشان نیامد. و اتبعوا رضوان الله، رضایت الله و خوشنودی الله مزید برهمه شد. والله ذو فضل عظیم، به فضل بزرگ الله دسترسی پیدا کرد. در هر زمینه سروران عزیز الله کمک می کند. خب بینندگان عزیز و گرامی و روزداران، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه لحظه های آسمانی در دهمین روز ماه مبارک رمضان. قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح به برخی از آیاتی که به صیغه امر در رابطه با توکل در قرآن ذکر شده بود اشاره کردند و از جمله به دعای از سوره احزاب و آیه از سوره هود اشاره کردند و حالا و گفتیم که در دو نقطه مهمی که در آیاتی که به سوره امر آمده بود، یک دستور به توکل الله تعالی بندگانش را و پیامبرانش را میدهد و بعد از آن ذکر میکند که بهترین تکیهگاه فقط الله متعال است، یعنی به جز الله متعال به هیچ کس نمیتوان اعتماد کرد، اعتماد کلی، اعتمادی که طرف باید فناناپذیر باشه، نه خیر، فقط الله است که فناناپذیر است، فقط الله است که بهترین و تزلزل ناپذیرترین تکیهگاه است. خب جناب استاد، حالا میپردازیم به صیغه های دیگه. شما گفتین به آیاتی که
البته به صيغه امر آمده بود اشاره کردین، حالا اگر به آیاتی که فکر کنم به صيغه وصف و تعریف از توکل در قرآن کریم آمده اگر اشاره بکنین. جناب استاد، حقیقتا ما وقتی که میگین با سیاق مختلف آمده و برخی از آیات را گزینشی انتخاب میکنیم، این به این معنا نیست که در قرآن کریم دیگه آیاتی وجود نداره. آیات قرآن کریم زیاد هست در این مورد با سیاقات مختلفی که ما با آن تقریبا به چند از سیاق آن اشاره کردیم، لذا بیننده عزیز و گرامی میتونه خودش باز با قرآن کریم وقتی مطالعه میکنه تدبر بکنه روی آیات قرآن کریم، این نکته را متوجه خواهد شد که با سیاق مختلف که ما میگیم در قرآن کریم فقط مختص به این آیات نیست. الله سبحانه و تعالی انسانهای متوکل را و انسانهایی که توکل میکنن اینها را وصف میکنه، تعریف میکنه، و حتی در قرآن کریم الله متعال یکی از اوصاف ستودنی و اوصاف خوب انسانهای مؤمن و مسلم را قضیه توکل مطرح میکنه. یعنی میگه مؤمنین به الله توکل میکنن، یعنی ایمان اونها در واقع با توکل به الله سبحانه و تعالی قوی میشه، با اعتماد به الله متعال سبحانه و تعالی قوی میشه. شما میدانید که توکل در واقع توحید انسان را و ایمان انسان را و باور انسان را نسبت به الله قوی میکنه. انسانی که از الله متعال سبحانه و تعالی به او توکل داشته باشه فقط از او میترسه، فقط به او اعتماد میکنه، از کسی دیگه نمیترسه، فقط اعتمادش به اللهه. میگه خیر و شر همه از جانب الله سبحانه و تعالی است و از اسباب استفاده میکنه و عاقبتش را به الله سبحانه و تعالی محول میکنه. لذا الله اینها را تعریف میکنه، میگه انسانهای متوکل مؤمنین واقعی هستند. در سوره مبارکه انفال الله متعال وقتی میآید در آیت دوم سوره مبارکه انفال تعریف از مؤمنین میکنه و آن هم با کلمه حصر، با لفظ حصر میگه انما المؤمنون، انما کلمه حصر، این اهل علم میدونن انما کلمه حصر، یعنی حصر میکنه که انما المؤمنون جزء نیست که مؤمنین فقط کسانی هستند که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا صفت صوم وعلى ربهم يتوكلون. الله میگه مؤمنین فقط کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی ذکر الله میشه قلبهای این انسانها به تپش میفته، قلبهای انسانها متحول میشه وقتی ذکر الله و یاد الله سبحانه و تعالی در برابر اینها میشه و یا خود اینها ذکر الله را میکنند، قلبهای این انسانها زنده میشه. همچنان که الله میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، فقط با ذکر الله متعال قلبها آرام میگیره. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات خدا و آیات پروردگار، آیات قرآن به اینها خوانده میشه ایمانشان افزایش مییابه، ایمانشان زیاد میشه، برخلاف منافقین که وقتی آیات قرآن خوانده میشه همچنان که الله میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا، برخلاف منافقین و برخلاف کسانی که آنها متمرد و سرکشن و ظالمن به تعبیر قرآن کریم. صفت سوم این انسانهای مؤمن و نیک را الله چی میگه؟ و على ربهم يتوكلون، اینها بر الله توکل میکنند، فقط بر الله توکل میکنند. توکلشان و اعتمادشان بر کیست؟ به الله، بر ذات اقدس الهی و ذات یگانه الله سبحانه و تعالی. در ادامه این آیات الله متعال تعریف میکنه این انسان ها، میگه اولئک هم المؤمنون حقا سبحان الله لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. برای این افرادی که دارای این صفاتن، اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنین واقعی هستند، لذا در مقام وصف الله اینها را مؤمنین واقعی میگه. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، اینها درجات دارند در پیشگاه الله، دارای درجاتن برخلاف منافقین که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اونها درکات دارن، اینها درجات دارند.
بلندی دارن، مقام دارن در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. و مغفرتون، الله اینها را میبخشه، اینها را مغفرت میکنه، اینها در نزد الله جایزه مغفرت را میگیرند، الله به اینها توفه مغفرت خیش و آمرزش خیش را نصیب میکنه. و رزق کریم، الله بهشت به این انسان ها میده. از همه مهمتر بهشت را الله به اینها میده، دیدار خود را در بهشت الله نصیب این انسان ها میکنه. چی کسانی؟ کسانی که اونها بر پروردگار خود توکل میکنند. همچنان که ما حدیث داریم که رسول الله علیه الصلاه و السلام هم تقریبا به این مورد اشاره میکنند، میفرمایند 70 هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن. و پیامبر علیه الصلاه و السلام اینها را تعریف میکنند و بعد در اخیر می و علی ربهم یتوکلون، اینها کسانی هستند که بر الله توکل میکنند، کسانی هستند که اینها صفاتشان را رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن که اینها بدفالی نمیزنن، اینها کسانی هستند که به هر حال رقیه غیر شرعی نمیکنن. حالا و بعد در اخیر میاد در اخیر حدیث که پیامبر میگن و علی ربهم یتوکلون، اینها بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن. لذا این یکی از اوصاف اینها است. جناب استاد، آیات قرآن کریم در این مورد فراوان هست. از جمله اگر اشاره بکنین، الله سبحانه و تعالی به پیامبر میگه یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، ای پیامبر الله تو و مؤمنین را کافی است. یعنی کسی که مؤمن شد الله او را کفایت میکنه. چرا؟ چون این مؤمن به الله توکل کرده، به الله اعتماد کرده، الله هم برای او کفایت میکنه، الله برای او کافی است، الله برای او کافی است. این در سوره مبارکه انفال باز هم هست، آیه 64. و همچنین جناب استاد اگر ما به سوره مبارکه مائده اشاره بکنیم، الله سبحانه و تعالی میگه و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، بر الله توکل کنید اگر مؤمن هستید. لذا صفت مؤمن چیست؟ اینه که بر الله سبحانه و تعالی توکل میکنه. و همچنین در سوره مبارکه ملک می آیت 29، الله سبحانه و تعالی میگه قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا، بگو که ما به پروردگار رحمان ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم، و بر او توکل کردیم. اول ایمان بعد توکل. و همچنین جناب استاد اگر در مقام وصف و در مقام تعریف بیاییم، و آیه در سوره مبارکه آل عمران اشاره میکنیم، آیه 173 سوره مبارکه آل عمران، که الله سبحانه و تعالی قضیه و یا بحث غزوه احد را مطرح میکنه. شما میدونید که در سوره مبارکه آل عمران از آیه 120 تا 180 60 آیه پیرامون غزوه احد است که الله سبحانه و تعالی بحث میکنه. این آیه آیه 173 سوره مبارکه آل عمران هست که بحث غزوه احد، بعد از اینکه اتفاقاتی میفته که مسلمان ها به هر حال در ظاهر شکست میخورند و دشمن فرار میکنه، دشمن دوباره میخواد آماده بشه برای کوبیدن مسلمان ها. وقتی اونها از مدینه خارج میشن دوباره پشیمان میشن که چرا ما این کار را کردیم. اونها خب شکست خوردن، بعد ریشه آنها را از بیخ میکندیم. اینجاست که دوباره اونها میخوان مراجع بکنن و مسلمان ها از این موضوع باخبر میشن. برخی از مسلمان ها با خون، با جراحتی که دارن، با تمام خستگی که دارن، وقتی دستور پیامبر علیه الصلاه و السلام میآید، با وجودی که منافقین یا شیطان اعلان میکنه که والله مردم بر علیه شما جمع شدن، مردم یعنی مشرکین و قریش و ابو سفیان و زمان که مشرک بود، اینها بر علیه شما جمع شدن و میخوان شما را فلان کنن و میخوان شما را بکشن و این و آن، فرار کنید از پیش اینها، مثل که در مثل که شما را در جنگ در احد به سر شما چی آوردن، بدتر از آن به سر شما میارن. به هر همون شعارهای منافقانه و رعب و وحشت در دل مسلمان ها، بله بله دقیقاً همون شعارهای منافقانه و شعارهای شیطان که در هر زمان بوده و در هر وقت هست، متاسفانه که همیشه شیطان مسلمان ها را از دوستان خود میترسانه، میگه والله بترسید از اینها، اینها وحشتناک خطرناکن. بله، الله سبحانه و تعالی در این مورد میگه در سوره مبارکه آل عمران میگه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مردم بر علی شما جمع شدن، بترسید از اینها. فزادهم ایمانا، نه اینکه اینها نمیترسن، ایمانشان افزایش مییابه، ایمانشان زیاد میشه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، و اینها گفتن فقط ما به الله سبحانه و تعالی، الله برای ما کافی است و الله بهترین کارساز برای ما میباشه.
لذا جناب استاد این در مقام وصف که الله متعال از این بندگان مؤمن خود از این صحابه ای که در اونجا بودن وصف میکنه و تعریف میکنه که اینها این حرف را زدن، بله این حرف را گفتن. و جالب بر اینه که جناب استاد در حقیقت شبیه این حرف ابراهیم خلیل هم میگه وقتی که بیایم در سیاق حکایت که الله سبحانه و تعالی حکایت میکنه از امم گذشته، ابراهیم خلیل هم شبیه همین حرف را میزنه، همین حرفی که اینها گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، الله برای ما کافی است و الله بهترین کارساز است برای ما. اول اجازه بدید که یک روایتی را در این مورد بخوانم بعد به آیه قرآن کریم داخل بشم. روایت است در صحیح بخاری حدیث شماره 4564، ابن عباس رضی الله عنهما از خودش میگه، میگه کان آخر قول ابراهیم حین القی فی النار. اینجا را دقت کنید جناب، ابراهیم خلیل را زمانی که میخوان به آتش بیاندازن آخرین حرفش چیه؟ داستان ابراهیم خلیل بت شکن مشهوره، در برابر بت ها در برابر بت پرستی اینها ایستاد میشه و به هر حال هزم جمع میکنن تا ابراهیم خلیل را داخل آتش بیاندازن. ابراهیم خلیل را داخل منجنیق میکنن، اون را میخوان بندازن داخل آتش. بعد ابراهیم خلیل اونجا چی میگه؟ اونجا چی میگه؟ میخوان داخل آتش او را بیاندازن، آتشی که شعلوره که کسی نمیتونه نزدیکش بشه. اونجا ابراهیم خلیل میگه که حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل، الله سبحانه و تعالی برای من کافیست و او بهترین کار سازه. این حرف جناب استاد از عمق ایمان ابراهیم خلیل هست. فردی که این حرف را میزنه در همچون حالتی، در همچون حالتی که او را میخوان با آتش بیاندازن، داخل آتش بیاندازن، مرگ است. بله. ولی ابراهیم خلیل چی میگه؟ حسبی الله و نعم الوکیل، الله برای من کافی است و الله بهترین ساز، بهترین کارساز است برای من، من چرا از آتش بترسم؟ به همین واسطه هست که این توکل ابراهیم خلیل باعث میشه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم نقل میکنه که میگه وقتی که ابراهیم خلیل را داخل آتش انداختن، الله میگه که قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. به خاطر توکلی که ابراهیم خلیل کرده، الله میگه ما برای آتش گفتیم یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ای آتش بر ابراهیم سرد باش و بر ابراهیم او را سلامت نگهدار، نه خیلی سرد باش نه خیلی گرم که ابراهیم اذیت بشه. حالا جناب استاد شما اینجا دقت بکنید، ابراهیم خلیل بر الله سبحانه و تعالی توکل میکنه و الله با او اینگونه برخورد میکنه. آتش جناب استاد ظاهرا و طبیعت آتش سوزاندنه، مگر این که الله نخواه، مگر این که الله نخواه، طبیعت آتش سوزاندنه. داخل آتش می اندازن ابراهیم خلیل را، ابراهیم خلیل اولا توکلش را به الله میکنه، از کسی نمی ترسه، میگه من کلام حق را گفتم، بر علیه بت پرستی حرف میزنه، بر علیه همه آنچی که شرکی که مردم انجام میدن حرف میزنه، آنها را گمراه میخوانه. ولی وقتی که این حالت به سرش میای نمیگه که عذر بکنه که والله من اشتباه کردم، یک روزی خلاص یک حرفی از دهانم در رفت، این گونه نمیگه، این گونه نمیگه. جناب استاد ما داریم متاسفانه برخی از کسانی که وقتی در تنگنا قرار میگیرن، یعنی در تنگنا قرار میگیرن، حرفشان عوض میشه، ولی ابراهیم خلیل حرفش عوض نمیشه، همان حرفی که گفته همان حرفه، ثابت قدم باقی. بله، به آذر هم پناه میبره که تو بیا پیش این پادشاه، به هر حال شفاعت من را بکن که پسرم را نیندازید داخل آتش. این کار را هم نمیکنه، پیش کس دیگر هم نمیره، فقط میگه حسبی الله و نعم الوکیل. الله هم میگه یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. با آتش دستور میده که یا آتش تو خود تحت دستور من هستی، ابراهیم خلیل منه، ابراهیم دوست منه، ابراهیم کسی که بر من اعتماد کرده، ابراهیم کسی که بر من توکل کرده، تو اجازه سوختاندن این را نداری، اجازه اذیت کردنش را هم نداری که از سردی ابراهیم اذیت بشه و از گرمی اذیت بشه، سلام باش بر ابراهیم، یعنی سالم باش بر ابراهیم، نه خیلی سرد و نه هم خیلی گرم، که به واسب برسه، نه از گرمی به واسب برسه و نه از سردی و خونکی. بله دقیقاً. جناب استاد این آیات قرآن کریم وقتی ما مراجعه میکنیم واقعا برای ما درس‌های عجیبی میده. حالا از جمله این
و همچنین اگر به داستان موسی علیه السلام و قوم موسی هم اشاره بکنیم. اگر جناب استاد داستان موسی را موکول کنیم به پس از بفرمه. یک میان برنامه هم را با بیننده های عزیز و گرامی باز هم میان برنامه کوتاهی میبینیم و پس از این میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع. الأمم يقع عليها من ابتلاءات ما يقع على غيرها، ومن نظر في التاريخ لن يجد أبداً أن التشريد والقتل والفقر والزلازل والمحن تقع على المسلمين فقط، كلا، بل من نظر في التاريخ وجد جماعات من الأمم الكافرة وقع عليها من أنواع التشريد ومن أنواع القتل والبلاء ربما مثل ما يقع على أمة الإسلام أو ربما مثل ما وقع أكثر، لكن الله تعالى بين الفرق بين هذا وهذا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. خب عزیزان گرامی، بار دیگر با ادامه موضوع توکل در قرآن خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. قبل از میان برنامه جناب استاد داشتن در ارتباط به توکل حضرت ابراهیم علیه السلام به الله و نجات حضرت ابراهیم علیه السلام از دست نمرودیان و از آتشی که برای سوختاندن و برای سوزاندن ابراهیم علیه السلام برافروخته بودن اشاره کردن و همچنین میخواستم به داستان حضرت موسی اشاره کنم. جناب استاد در خدمتتان هستم. جناب استاد، آنچه که در داستان موسی علیه السلام مورد توجه هست در بحث توکل آیت است در سوره مبارکه یونس آیت 84 و 85. الله سبحانه و تعالی از موسی علیه السلام نقل میکنه که وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین. اینجا رو دقت کنید، موسی علیه السلام برای قوم خود چی میگه؟ میگه اگر شما به الله ایمان دارید پس به الله توکل کنید. ان کنتم مسلمین، اگر شما مسلمان هستید و اگر شما واقعا به الله سبحانه و تعالی در برابر دستورات او تسلیم شدید. جالب بر اینه که جواب این قوم، این کسانی که حالا حضرت موسی علیه السلام آنها را مورد خطاب قرار میده، این مردم خاص، فقالوا علی الله توکلنا، گفتن که ما به الله توکل کردیم، ما به الله سبحانه و تعالی اعتماد و باور کردیم. بله. چون پیامبرشان موسی علیه السلام برایشان همچون حرفی زد که اگر شما به واقعا راست میگید که ایمان آوردید، خب اعتمادتان را به کسی دیگر نکنید دیگه، واقعا اگر مسلمان هستید اعتمادتان را و توکلتان را به الله سبحانه و تعالی بکنید. این در حقیقت یک گوشه‌ای از داستان موسی علیه السلام که ارتباطی به این موضوع داشت. میام در بحث دیگری که مؤمن آل فرعون، مشهور فردی که حالا از آل فرعون مسلمان میشه و مؤمن میشه و خودش را تقریبا میتونه تا اندکی مخفی نگه داره. بله. از قول او میاره قرآن کریم در سوره مبارکه غافر آیت 60 آیت 44، الله سبحانه و تعالی میگه و افوض امری الی الله،
من امور خود را و کارهای خود را به الله سبحانه و تعالی واگذار میکنم. این نفر میگه، این مؤمن آل فرعون که الله سبحانه و تعالی از اون نقل میکنه، ان الله بصیر بالعباد. حالا بحث ما اینجاست و افوض امر الى الله. جناب استاد این خیلی مهمه که یک فرد مسلمان باید این حرف را بزنه و افوض امر الى الله، من کارهایم را به الله سبحانه و تعالی واگذار میکنم. یعنی توکل فرد باید چنان قوی باشه که همه امور را به الله سبحانه و تعالی واگذار بکنه، عجله نکنه. جناب استاد میشه مثلا در باب فواید اگر کوتاه اشاره بکنیم، فوایدی که در واقع توکل داره. فواید ثمرات توکل خود طبعا چیزی بله. نیست. جناب استاد اولا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر ما قبل این آیه را ببینیم، الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه طلاق الله متعال میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بعد میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که تقوای الهی را پیشه بکنه، الله سبحانه و تعالی مخرجی و جایی که رزق و روزیش را الله سبحانه و تعالی از جایی میده، من حیث لا یحتسب، از جایی که اصلا گمانش را نمی کنه، الله رزق و روزیش را فراوان میده، از اسباب کار میگیره، تقوای الهی را پیشه میکنه، بعدش عاقبتش را میسپاره به الله متعال سبحانه و تعالی. بعد الله میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله سبحانه و تعالی توکل بکنه، الله برای او کافی است در تمام امور. وقتی فردی به الله توکل کرد و اعتماد کرد، ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی کارهایش را بخیر خواهد کرد. به همین واسطه که در واقع میشه گفت یکی از ثمرات که توکل داره موضوع سکینه و آرامشه، که برای انسان سکینه و آرامش میده، مثل آرامشی که ابراهیم خلیل داشت. ابراهیم خلیل رو میخوان داخل آتش بندازن به جایی که حالا جیغ بکشه، داد بکشه، های من رو نندازید، غلط کردم، حالا به هر حال به تعبیر عامیانه امروزی کار اشتباهی کردم، حالا از دهانم در رفت، خب این یا حداقل من رو داخل آتش نیندازید. ولی ابراهیم خلیل این حرف رو نمیگه، حسبی الله و نعم الوکیل، آرامش داره، اصلا انگار نه انگار که اینجا آتشیه. این جناب استاد یکی از فواید توکله. و امروز جناب استاد گرامی مهمترین چیزی که ما فاقدش هستیم، نداریم و از نداشتن آن رنج میبریم، آرامش است، اطمینان خاطر است. بدون شک جناب استاد، بدون شک. شما ببینید، دقت بکنید جناب استاد، یکی از فوایدی که در واقع این توکل داره اینه که در حقیقت انسان را از فتنه های روزگار در امان میداره. انسان امروز مثلا شما به عنوان مثال در جوامعی که یعنی اسلام به گونه واقعی نیست، آمار خودکشی را ببینید. دلیلش چیست؟ چون توکل به الله نداره. به محض اینکه مشکلی به سرش آمد، بدون اینکه صبر بکنه، چون شما میدانید که توکل از صبر برمیخیزه. اگر راه بیرون رفت نیافت، در جا خودش را از بین میبره، خودش را خودکشی میکنه، میگه دیگه این زندگی به درد من نمیخوره، من نمیتونم دیگه زندگی بکنم، در حالی که اگر خواسته باشه میتونه برای بهتر شدن زندگی خود تلاش بکنه، ولی صبر نمیکنه، طاقت نمیکنه، توکل به الله نداره، صبر نداره. لذا عدم توکل او باعث بر این میشه که جانش را در خطر بیاندازه و خودش را بکشه. ولی برخلاف او، انسان مؤمن، انسانی که درستکار باشه، انسانی که واقعا به الله توکل داشته باشه، تا آخرین لحظه و تا آخرین رمق با مشکلات برخورد میکنه، چون امیدواره که خدایی داره، چون توکلش رو به خدا کرده و کارها را واگذار کرده به خدا. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، خلاصه کارش خوب میشه، میدونه که چارساز و کارساز چون الله، ذات الله یگانه است، ذاتی که به او اگر توکل کنی پاسخ مثبت دریافت میکنه. بله جناب استاد، توکل ایمان انسان را به الله قوی میکنه. توکل ایمان انسان را به الله قوی میکنه. یکی دیگر از ثمرات، بله یکی از ثمرات دیگر. ما برخی از آیات را اشاره کردیم که از جمله صفات مؤمنین چی بود؟ توکل بود. بله. ولی از کجا میفهمیم که توکل انسان ایمان انسان را قوی میکنه؟ از اینجا که وقتی انسان به الله توکل میکنه، از غیر الله دل میبره. بله. دیگه به طرف بندگان توجهی نداره. درسته در باب سبب یا در باب استفاده از اسباب شاید از بنده کمکی بخواهه، بله، در آنچه که ما فوق قدرتش نباشه، ما فوق قدرت بنده نباشه، به این حد از او کمک میخواهه، ولی هیچگاهی توکلش به الله را قطع نمیکنه و فراموش نمیکنه.
ایمانش به الله متعال قوی میشه. قلب انسان را جلا میده جناب است توکل. قلب انسان روشن میشه با توکل. چون شما میدانید که هرچی ایمان در قلب انسان زیاد بشه، هرچی ایمان در قلب انسان افزایش بیابه، هرچی ایمان در قلب انسان قوی بشه، به همون اندازه توکل انسان هم میره بالا. ولی هرچی ایمان در قلب انسان ضعیف بشه، هرچی تاریکی در قلب انسان به وجود بیاید، توکل انسان هم به همون اندازه میه پایین. و اون وقتی که در واقع میشه گفت که فقط از عبادت و از الله و از اینها فقط نماز و تلاوت قرآن و همینها را مختصر میدانه. حتی همین نماز هم خودش معانی توکل فراوانی داره که در واقع در نماز زیاده که اون را درک نمیکنه. ولی وقتی اندک مشکلی که به سرش میایه جناب استاد همه چیز را ترک میاره، حتی کفر به زبان میاره، حتی کفر به زبان میاره، چون اعتقادش و باورش به الله متعال ضعیف شده. ولی وقتی انسان به الله اعتماد میکنه، ایمانش به الله قوی میشه و مطمئن باشه که انشاءالله الله سبحانه و تعالی مشکلش را حل میکنه. لذا جناب استاد از فواید توکل یکی اینه که ایمان انسان را نسبت به الله سبحانه و تعالی قوی میکنه و همچنین قلب انسان را جلا میده، قلب انسان را روشن میکنه و انسان را فقط و فقط به طرف الله سبحانه و تعالی که همان توحید، توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات، هر سه تا این توحیدها را در واقع در توکل جناب استاد گنجانیده شده. به این معنا که اگر انسان به الله سبحانه و تعالی اعتماد و باور بکنه، همچنان که الله میگه، خودش میگه در قرآن کریم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ما تو را عبادت میکنیم و خاص ما از تو مدد میخواهیم. انسانی که متوکل نباشه در واقع این آیه را نقض میکنه، ولی انسانی که متوکل باشه این آیه را دقت میکنه به آن و به آن عمل میکنه. چون الله گفته فقط از من بخواهید و فقط من را عبادت کنید و ما در اول برنامه گفتیم که توکل خودش از انواع عبادته. لذا جناب استاد وقتی ما میگیم توکل، هر سه نوع از انواع توحید در او گنجانیده شده. یعنی وقتی میگیم توحید، توکل عبادته، توحید الوهیت الله سبحانه و تعالی داخل میشه که فقط الله را عبادت میکنه، فقط از الله متعال میخواهه، فقط اعتمادش و تکیهش به اللهه. وقتی میگیم در باب توحید ربوبیت، فقط الله را مالک میدانه، فقط الله را مالک میدانه. چون شما میدانید فردی که به مالکیت الله و به قدرت الله سبحانه و تعالی ایمان و باور کامل و قوی داشته باشه، به اون الله توکل میکنه. چون انسان طبیعتاً به کسی توکل میکنه که دارای قدرت باشه. به انسان ضعیف کی توکل میکنه؟ کی اعتماد میکنه؟ نمیکنه کسی اعتماد و کسی بر او توکل نمیکنه و به حرفش بهانه میده، انسانی که ضعیف باشه. ولی انسانی که قدرتمند باشه، حالا قدرت دنیایی داشته باشه، قدرت ثروت داشته باشه، قدرت جا و مکان و سیاسی داشته باشه، اینجا این نفر به حرفش حساب میشه. لذا وقتی که حالا این مثل بود جناب استاد، مسئله بود. حالا ما وقتی میایم در باب الله سبحانه و تعالی، اگر ایمان انسان یعنی در باب توحید ربوبیت قوی باشه به الله سبحانه و تعالی که الله قادره، الله سبحانه و تعالی قدیره، الله سبحانه و تعالی مالکه، الله سبحانه و تعالی مالک نفع و ضرره، این زمانه که انسان در واقع توکلش به الله میره بالا، وگرنه در غیر آن توکل انسان درجاتش میای پایین. تشکر استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح. ما در دقیقه پایانی برنامه قرار داریم و از شما بار دیگر جهان سپاس و امتنان دارم. و واقعا یگانه چیزی که ما امروز فاقد آن هستیم همو آرامش، گفتم آرامش روحی و قلبی است که بسیاری ها فاقد آنن. وقت توکل بر الله تعالی باعث تقویت ایمان انسان میشه، باعث جلایش قلب او میشه و باعث اطمینان و آرامش روحی از او میشه. چه بهتر است که در این لحظات آسمانی از درگاه الله تعالی مسئلت بکنیم که همه ما و شما را از جمله المتوکلون علی الله، توکل کنندگان بر خودش بگردانه. و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما عزیزان را به پناه الله متعال می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.